درود بر شما، من نیک آریا هستم و امروز میخوام در رابطه با درست کردن این فورکلیفت برقی یا لیفتراک برقی که باتری 24 ولت میخوره، در واقع دو تا باتری 12 ولت هست و مدت ها کار افتاده بود و عرصای دست ما بود، رو با دو تا باتری معمولی برای جایگزین کردن و گرفتن یه راندمان خوب و ارزون به شما به اشتراک بگذارم. بریم ببینیم ویدیو رو. خب دوستان، امروز در مورد تعمیر این فورکلیفت الکتریک میخوام با شما صحبت کنم که میبینید که دو تا باتری معمولی روش نقش شده بوده و قطعا این باتری ها مال خودش نیست، به خاطر اینکه این پایه هم که میبینید کارخونه نیست و برش هایی که زده شده معلومه که باتری متفرقه روش نقش شده. در این حال این مدت ها کار میکرد، همونطور که میبینید مدل این هستش، مدل مالتیتون اسپانیا و این در واقع چیزی که داره نشون میده 24 ولت و وزنش هم یه تون میتونه بلند بکنه، کیلوگرم میشه تقریبا 2000 پوند و الان مدتیه که این هرچی ما شارژ میکردیم کار نمیکرد و شارژ رو نگه نمیداشت. دلیلش هم اینه که این ترانسی که روش نقش شده بوده و این شارژر به طور دائم بدونه که کنترل بکنه که شارژ به حد نرمال رسیده شارژ کرده و باعث شده که بعد از 6 7 ماه باتری خراب بشه. خب الان اگر شما توجه بکنه این باتری داخل بود و من درشو که در بیارم اگر بتونید ببینید باتری کاملا خشک خشک و آبی داخلش نیست. حالا نمیدونم از اون زاویه معلومه یا نه و این باعث شده که این خشک بشه. ما باتری های موجود در بازار رو نگاه کردیم. این باتری بسیار قدرتمنده برای تراکتور هست، همونطور که میبینید این نوشته که 1005 آمپر و آرسیش 240 و کرنک آمپرش هم 850 12 ولت. این رو به شکل فری باید ببندیم به این ترتیب که اون چی که باید داخل یونیت بره در واقع یه منفیه و یه دونه مثبت. ما مثبت رو آوردیم دادیم به این باتری، از منفی این در واقع این سر رو وصل میکنیم به مثبت باتری طبقه بالا و در نتیجه اینا با هم فری میشه، 12 با 12 میشه 24 ولت. برند باتری دکا هست، از لوف من گرفتم 175 دلار که 10 دلار تقریبا بابت این که اگه داغیشو برگردونیم به ما برمیگردونند و حدود 10 دلار هم تکسش شده بوده. حالا من این رو گذاشتم طبقه پایین، این فریم خودش رو خارج کردم، اون فریم رو هم خارج میکنم به دلیل این محدودیت ارتفاعی که اینجا هست. وقتی در بسته میشه این کف اینجا اتصالی به بدنه سرباتری نکنه و برای طبقاتم میخوام از چوب به این ترتیب 3 تا چوب 1x1 اینچ رو به عنوان 3 ردیف میگارم، یه دونه 3 لایه 5 لایه هم بریدم میگارم کفش و باتری بعدی رو قرار میدم. به جای اون یه باتری شارژر هوشمند که هم 12 هم 24 رو شارژ میکنه حدود 30 دلار از ایبی گرفتم و خیلی هم خوب کار میکنه و به جای اون در واقع من میخوام اینه قرار بدم که به جای ترانس در واقع الکترونیکی هستش و به عنوان شارژر نگران فول شارژ نباشم. خب همینطور که میبینید من اون باتری قبلی را اوردر دادم و تا بیاد از یکی این باتری ها که سالمتره فعلا موقت استفاده کردم و ورودی دستگاه رو هم که از منفی اون آوردم دادم به مثبت این و یه مثبت یه منفی رفت داخل دستگاه. شارژر هم از این شارژر استفاده کردم، همونطور که میبینید روی 25 ولت داره کار میکنه
یعنی در واقع داره 24 ولت رو شارژ میکنه و نشون میده که باتری فوله و این خود به خود خودش قطع خواهد کرد. البته یعنی بعد چند لحظه میره روی آف. دلیل یعنی که نشون میده فوله برای اینکه پایینی نوعه، بالایی هم احتمالاً ضعیف شده و داره فول رو نشون میده و ما ببینیم که الان توی این وضعیت اگر اینو روشن کنیم سرعتش چیگهش خیلی عالیه. بگار یکم رام باش برم، با همین دوتا باتری هم میشه با این به راحتی کار کرد، ولی یه باتری قوی تر بیارم بگارم عالی میشه. یه تخته الان اینجا پیچ میکنم قشنگ محکم برای شارژر با دو تا پیچ و دیگه ما مسئلمون حل میشه. نتیجه نهایی این شد که این دو تا سیم شارژر در واقع 24 ولت رو من آوردم با دو تا پیچ به یه تخته محکم پیچ کردم و این شارژر هم به راحتی گذاشتم این تو. الان خیلی قشنگ داره اینو شارژ میکنه و روی 28 ولت 4 آمپر، الانم که 14 درجه سانتیگراده، بله داره باتری رو شارژ میکنه. گرچه حالا این باتری خیلی باتری خوبی نیست، من جاشو گذاشتم که باتری بزرگه که اومد میگارم اون رو، دو تا برق رو محکمم به اینا میبندم و اینم خروجی شارژر ماست به برق وصله و دیگه ما کاری نداریم و خیلی قشنگ و عالی هم این داره کار میکنه. درجهش هم الان روی فول شارژ داره نشون میده و به راحتی ما میتونیم اگرش استفاده بکنیم. خیلی خوب و مرتب و این گزارشگار ما. اگه علاقه من به این سبک ویدیو هستین حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. لایک و کامنت این ویدیو یادتون نره.